قصه روز بیست و ما به یکی دیگه از سریال هایی که خیلی مورد علاقه من اختصاص داره و خیلی درس میشه یاد گرفته از این سریال هم از سناریویی که داره این, س... این سریال و هم از تفاوت بسیار زیادی که این سریال با سریال فرنز داره یعنی ما صرفا یه تحلیل سریال نمیخوایم بکنیم تحلیل یه مسیر میخوایم بکنیم و این سریال هم اسمش هست The Big Bang Theory سلام من ایمان و برات وکیلی ام و با روز 21 کم از پادکست 365 درجه با شما و امروز میخوایم یک سریالی رو راجبش گپ بزنیم که مسیر رشد یه آدمی رو از صفر تقریبا و از دوران خیلی ابتدایی میاد شروع میکنه باز کردن تا زمانی که این فرد جایزه نوبل میگیره یعنی کلیت این سریال اختصاص داره به یک مسیر دوازده ساله یک فردی که داره دنبال میکنه دریافت جایزه نوبل رو به عنوان یک هدف و توی این مسیر اتفاقای متفاوتی براش میفته و آدمهای متفاوتی هم توی این مسیر قرار دارن شخصیت اصلی این سریال اسم شلنه و یه سریال دیگه هم بر مبنای این سریال ساخته شده تحت عنوان یانگ شلن که دوران کودکی این شلن رو میاد نشون میده خب اون سریال یه مقدار سریال خانوادگی تریه به نسبت این یکی سریال این هم خانوادگی ها ولی مثلا نسل ماها میتونیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم اون سریال یانگ شلدن ما میتونیم باش کم بیش ارتباط برقرار کنیم ولی بیشتر فامیلیه یعنی خیلی اون فضای خانواده و اینا خیلی تاثیر داره تو روند رشد اون آدم اما سریال The بیگ بنگ چرا جذابه و فرقش با سریالی مثل فرنس چیه توی فرنس ما با چی رو به رو هستیم با یه گروه از رفقا که با هم دیگه در ارتباطن و مسائل و مشکلای مختلفی براشون پیش میاد اینو میتونن هندل بکنن تا یه حدی و هر کدوم از این شش تا بازیگری که تو این سریال وجود دارن یک نقش اصلی رو دارن دنبال میکنن اما اینجا تو سریال بیگ بنگ تئوری ما با یک نقش اصلی در ارتباطیم همه نقش های دیگه هم قصه زندگی خودشون رو دارن و جلو میرن در طول سریال اما نقش اصلی ما شلدنه اون فردی که میخواد به جایزه نوبل برسه و این سریال خیلی پتانسیل این رو داره که وقتی آدم این سریال رو میبینه یه جورای همزادپنداری بکنه با اون طرف حالا هدف ما شاید نوبل نباشه هدف یکی شاید درآمدزایی باشه هدف یکی شاید راه کسب و کار باشه یا پرچی اصلا رشد کردن توی مسیری باشه یعنی قرار نیست یه نقطه نهایی وجود داشته باشه که آدم با این سریال بخواد همخوانی بکنه یا همزادپنداری بکنه و شخصی شخصیت اصلی چون شخصیت اصلی ویژگی های خیلی خاصی داره خیلی آدم رومخیه لحاظ رفتاری ایکیو خیلی پایینی داره در این حال که آی کیوش فوق العاده بالاست ولی از لحاظ رفتاری شما میبینید که تا فصلهای پایانی هم حتی خیلی جاها ایراد داره اشکال داره حتی تا قسمت نهاییش هم یه سری باگ شخصیتی داره و اونجاست که یه هوی ای به این آدم میخوره و تغییر رفتار میده اما در طول این سالها آدمهای متفاوتی توی زندگی این آدم تاثیر دارم داستان چیه داستان یه چند تا جوون نخبه است که هر کدومشون توی زمینه دستاوردهای خیلی بزرگی دارن از لحاظ علمی خود شلن که یک فیزیکدان بسیار قهار روی تئوری استرینگ تئوری داره کار میکنه و تلاشش اینه که یعنی عاشق این تئوری بوده از دوران کودکی و هی دنبال اینه که یک قدم جلوتر ببره علم رو یعنی نکته جالب همینه که این آدم در این حال که در مسیر نوبل قرار داره هم شما میبینید که توی اون تئوری بزرگی که وجود داره میخواد یه قسمت از این تئوری رو بیاد شرح و بست بده و این تئوری رو یه لول ببره جلوتر و خب این میشه یک بهانه ای که شما جایزه نوبل بگیرید یه شخصیت دیگه ای وجود داره به نام لنارد که رفیق صمیمی این آدمه یعنی یه گروه چهار نفرن شامل شلدن لنارد و هاوی و راش که هر کدوم اینا یه دستاوردی دارن لنارد هم یه فیزیکدانه، اونم خیلی آدم نابغه باهوشه ولی قد شلدن خیلی آدم خفنی نیست ولی هست مثلا اگه صده اون هشتاده هفتاده راج یه ستاره شناس اونم باز دکترا داره هر ستا اینا دکترا دارن و اون تو زمینه بحثای ستاره شناسی میره جلو در طول سریال دو سه تا شهاب سنگ و اینا رو میتونه تشخیص بده دو سه تا کامت میتونه پیدا بکنه توی حالا این بررسی که انجام میده و شخصیت دیگه هم هاوی یه شخصیتیه که ام مهندسیش رو ام, ام گرفته و ام در طول سریال وسطاش میره فضا فضا میشه و یه سری موضوعات اینجوری داره مشکل اصلی این آدما چیه ارتباط گرفتن با دخترا یعنی اصل قصه اینه که این آدما نمیتونن مثلا دوست دختر خوبی پیدا بکنن یعنی نمیتونن اصلا دوست دختر پیدا بکنن به صورت کلی که حالا بخواد خوب باشه یا بد بشه خیلی مشکل دارن همشون به جز که حالا اهمیت نمیده به این داستان تا فصل چهار و اینا میشه اما چی این سریاله که خیلی درسه و برای آدم خیلی جذاب میتونه باشه تاثیر آدم های متفاوتی که تو زندگی این چلن وجود دارن از صمیمیترین دوستش که لنارده تا اون دو نفر دیگه که همش اینا با هم وقت میگذرونن و آدمهایی که یکی یکی به سریال اضافه میشن که حالا از همون قسمت اول شما میبینید یه شخصیتی به نام پنی میاد روبروی روی اینا همسایه اینا میشه یه دختری که روی مردونه داره خیلی رفتارش اوپنه کلی دوست پسر داشته کلی آدم آزادی بوده الکلیه ولی نه الکلی که حالا اعتیاده یعنی معتاد باشه به اون شکل ولی شما میبینید که توی بسیاری از سکانس‌ها این شراب همیشه جلوشه داره میخوره و اینا و این خیلی اینا رو میاد با یه دنیای بازتری آشنا میکنه یعنی در صورتی که شما وقتی اینا رو روی کاغذ کنارم قرار میدید این آدم ها رو میبینید که نمیتونن کنارم قرار بگیرن ولی میبینید که چقدر این پنی میتونه ویژگی های مثبتی برای این آدم ها بیاره و اینها رو چقدر رها کنه از اون فریمی که داخلش اسیر شدن اینو میشه ازش شیاد گرفت خیلی وقتا تو زندگی ما یه آدمایی میان قرار میگیرن که این آدمه اصلا با ما هیچ وجه اشتراکی نداره حالا آدم لزوما اون فرد پارتنر آدم ممکنه نباشه ممکنه که یه آدمی باشه که آدم به هر دلیلی مثلا اینا همسایش بوده ممکنه شما همکارت همچین شخصیتی داشته باشه ممکنه یه دوستی از دوران بچگی داشتی در 15 سال بیخبر بودین یهو همدیگه رو دیدی بعد خب دو تا آدم کاملا متفاوت میشین دیگه نمیدونم حالا با این قضیه هم شما برخورد داشتید یا نه که یه دوستی داشتی و رفته و برگشته و یکی دیگه شده ولی ما معمولا عادت کردیم آدم هایی که همفاز ما نیستن رو خیلی همون ریجکت میکنیم یعنی خیلی باهاشون تو لایه های وارد نمیشیم اما که چیز بدی هم نیست یعنی خود من هم خیلی اعتقاد دارم به اینکه آدم باید افرادی که دور برای خودش جمع میکنه همفاز آدم باشن ولی بعضی وقتا باید به این نکته توجه کرد که شاید ما در یک زمینه هایی و در یک موضوعاتی ضعف هایی داشته باشیم که یه آدمی که توی 6 تا زمینه کاملا نیست متفاوت با ماست و ما هم چون قرار نیست با این طرف توی فضای ارتباط عاطفی قرار بگیریم لزومی نداری که این آدم حذف بشه از زندگی آدم این آدم میتونه در کنار ما باشه برای بخش هایی که ما نیاز داریم یه همچین آدمی کنارمون باشه توی این گروه هم توی سریال میبینی که خب اینا مثلا لنارد آدمیه که دوست داره یکم کولتر باشه اوکیتر باشه خیلی آدم معدبیه آدم خوش اخلاقیه خیلی میتونه راحتتر به لخره به نسبت بقیهشون صحبت بکنه حالا نه برای صرفا مخ زدن یا ایجاد ارتباط ولی راحتتر میتونه ارتباط بگیره با شخصیتی و رفتاری خیلی نداره لنارد به اون شکل و میبینی که خود این آدم هم با پنی خب از روز اولی که میبینه پنی رو عاشقش میشه به طرق مختلف سعی میکنه که پنی رو جذب خودش بکنه دوست میشن به هم میزنن دوست میشن به هم میزنن دوست معمولی میمونن و در نهایت شما میبینی که اینا با هم ازدواج میکنن حالا خیلی طول میکشه این پروسه من اینو میگم همیشه من اصلا اعتقادی به اسپویل کردن مخصوصا این سریالایی که 12 تا سیزن و هر سیزنش هم 24 قسمت ندارم به اینکه باید درک کرد که تو این سریال چه اتفاقی میفته همون فرندز هم شاید باورتون نشه من اصلا مدل سریال دیدنم اینجوریه که یه سریالی رو بخوام انتخاب کنم و ببینم میام از خیلی کار عجیبی انجام میدم <تصفح> میام از هر سیزنش قسمت اول وسط و آخرش رو میبینم اول یعنی اول یه سه تا اپیزود اینجوری اول وسط و آخرش میبینم کلا میتره که سریال لحاظ اسپویل یعنی اسپویل اصلا که چه اتفاقی میفته همه رو متوجه میشم اما وقتی که میبینم اوکی این یه روند جالبی داشته سریال و اتفاقات جالبی افتاده اون موقع است که دوست دارم برگردم و قصه هایی که در طول زمان اتفاق میفته تا آدم ها به اون نقطه برسن رو درک کنم و ببینم چه جوری این اتفاق میفته مثلا در مورد فرندز هم همین بود فرندز هم من اومدم قسمت اول وسط و آخر حتی آخرش من میدونستم که این راس و ریچل قراره که به هم برسن که البته از قسمت یک و دو هم کاملا مشخص بود که سناریوی سریال هول این داستان میچرخه و خب این سریال اینا سریال نوشتن ها خیلی سخته این سناریوها رو در آوردن من مستندش رو داشتم میدیدم که اینا مثلا توی سیزن سه چهار اینا میخواستن تموم کنن کارو اینقدر استقبال زیاد بود هی hey, اینا اومدن قصه رو کش دادن هی hey, بزرگتر کردن آدم های بیشتر آوردن تو بازی ولی شما تاثیر آدم های اطراف رو تو زندگی این پنج نفری که توی فرنز هستن خیلی کم و ضعیف میبینی خیلی به خاطر اینکه قالب داستان داره رو ارتباط و تاثیرات خود این آدما رو همدیگه میچرخه در صورتی که توی بی بنگ تئوری شما میبینی که مادر لنا... لنارد یک روانشناسه و این خیلی جاها میاد به کمک اه... نه لنارد به کمک شلدن اتفاقا و اصلا با لنارد خیلی ارتباط خوبی نداره از بچگی داشته روش تستای روانشناسی انجام میداده و لنارد کاملا یه آدمیه که کم بوده محبت داره از مادرش چیزی نگرفته خیلی عمیق نوشته شده شخصیت تو این سریال در این, این که خیلی میگم از اون سریال است که دوباره صدای خنده حوزار رو شما میشنوی اگه تالا ندیده باشی این سریال ها اصلا عادت نداری و حس خوبی نمیده اما این جور نگاهی که به این سریال آدم داشته باشه خیلی میتونه روی شناخت و تشخیص آدم هایی که توی زندگی آدم میان و میرن به آدم کمک کنه و این باور رو به با آدم بده که خیلی یا میان تو زندگی آدم و رد پای رو به جا میذارن روی عواطف ما احساسات ما روی نگرش ما به زندگی que vamos... خداگاه یا ناخداگاه اونها رو درک میکنیم یعنی خیلی وقتا اصلا متوجه نمیشیم که این آدم اومده و باعث شده که تو توی مثلا فلان اتفاق اعتماد به نفس بالاتری داشته باشی یا برعکس اعتماد به نفس پایینی داشته باشی خیلی آدم ها هستن بر ما و اون تایید لازم رو که باید شما به یه نفر که دوستت هست رفیقت هست بالاخره باید ساپورتیو باشی دیگه حمایت حمایت بکنی توی زمینا یه جایی هم باید جلوش وایسی نقدش هم بکنی چارت ایرادم بگی چهار تا نکترم بگی ولی خیلی وقت ما متوجه نمیشیم که آقا یه نفری الان اومده این در طول زمان شیش ماه باش در ارتباطی حالا اگه پارتنر باشه که خیلی تاثیرش بیشتر میشه ولی اگه غیر اون باشه در قالب دوست هم باشه شما میبینی که این اتفاق میفته و اون تغییره توی آدم ایجاد میشه یه شما شیش ماه میگذره یه سال میگذره یه کلن اصلا مدل عوض شده همیشه اینو توی روابط روابط عاطفی هم یه نکته خیلی مهمیه که میگن از اولش باید صادق باشن آدما با هم و دروغ نگن یه مثالی هم هست معروفه که میگه مثلا دو نفر با هم مثلا ازدواج میکنن و یه نفر اول یعنی خانم داستان عاشق قرمه سبزیه و همش دوست داره قرمه سبزی درست کنه و بخوره و اینا اون همسرش متنفره از قرمه سبزی خانومه به خاطر اینکه همسرش راضی نگه داره میاد قرم سبزی درست کردن و میبوسه میذاره کنار سالها میگذره و سوراخهای دیگه از این رابطه مشخص میشه هویدا میشه و یهو یه روز اون خانم پا میشه تو آینه نگاه میکنه میگه اه. من که اون آدم قبلی نیستم من آدمی بودم که عاشق قرمه سبزی بودم و اونجا اتفاقی که میفته اینه که اون خانم شروع میکنه و هر روز قرمه سبزی درست میکنه زور شب زور شب هر روز یه ما قرمه سبزی درست میگه می همینه که هست حالا تو باید مثلا این همه سال من فداکاری کردم حالا تو باید فداکاری بکنی حالا ربط این ماجرا به این داستان چیه اینه که ما خیلی وقتا این اتفاق میفته که آدمایی که تو زندگیمون قرار میگیرن رو دوست داریم کنار خودمون نگه داریم تو هر لولیا من خیلی نمیخوام و عاطفی رو کنکاش بکنیم کلاس روانشناسی نیست و من هم روانشناس نیستم اما اتفاقی که میفته اینه که بعد از یه مدتی باید به خودمون برگردیم ببینیم واقعا حرفایی که داریم میزنیم رفتاری که داریم میکنیم نگاهی که داریم به زندگی همون نگاه قبلیه یا نه و این آدمی که توی زندگی ما وارد شده چقدر روی این نگاه ما و رفتار ما اومده تاثیر گذاشته توی این سریال دوباره شما شخصیت های دیگه ای رو هم داری همین راج که گفتم خب از هندوستان اومده یه آدمیه که کاملا لودد بوده فامیلیش و خیلی مایدار بوده پدرش گایناکالوجیست بوده و توی هند هست یعنی و خیلی خیلی ساپورتیو بوده خونه ماشین نمیدونم کردیت کارت همه رو باباش ساپورت میکنه خریدای خیلی زیادی انجام میده و نکته جالب در مورد این راج که حالا اگر سریال رو دیده باشید یا ببینید خیلی به چشم میاد اینه که خیلی کارهای مختلفی میکنه میره مانیکور پدیکور میره یه ذرم روحیه زنانگی جالبی درش هست یعنی اون بخش زنانش فعاله نه اینکه حالا بخواد یه مدلی باشه ولی اون بخش زنانگیش فعاله و شما میبینی که داره های مختلف عاطفیش رو پر میکنه چون نمیتونه با آدم های, مت... آدم های, متفاوتی باشه و حتی با, با آدم های با مرد ها هم نمیتونه خیلی راحت صحبت بکنه و تا سیزن چهار سریال اصلا نمیتونه جلوی دختره اصلا نمیتونه حرف بزنه یعنی دهنش بسته میشه یعنی استرسی اسرس... میشه و دهنش بسته میشه و اصلا نمیتونه حرف بزنه دهنش رو نمیتونه واکنه... وامی کنه وا میکنه صدای اه 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 اینجوری در میاره خودش و اینم خب یه, یه مدل شخصیت و اون اون طرف چون درون خودش داره میریزه این داستان رو این راج اون طرف شما یه شخصیت دیگه داری هاوی که شوخی های بسیار توماچ میکنه شوخی های بد میکنه نمونه چندلری نیست چون چندلر شوخیاش جالب بود حالا با اون تحلیل هایی که کردیم ازش توی سریال فرنز توی در واقع اپیزودی که مرتبط با فرنز بود این یه ذره متفاوت تره این دیگه شوخیاش از حد میگذ با آدم ها و آدما و آفندد میشن آدما یعنی آدما بهشون بر میخوره واقعا و اینم خیلی اصلا براش مهم نیست شخصیتش چجوری دیده بشه فقط دوست داره که فریاد بزنه که آقا منو نگاه کن دیگه منو نگاه کن من با من ارتباط بگیر مخصوصا توی جاهای متفاوتی که میره انواع اقسام کلابا رو تست میکنه و راجم هم همیشه این هاوی رو فالو میکنه حالا اینا در طول زمان هم در واقع میان و یه سری اتفاقات دیگه براشون میفته و شما میبینید که این راش کم کم یه چیزایی که از هاوی گرفته پیش خوش نگه میداره ولی کم کم شروع میکنه یه سری چیز دیگر رو فیگر اوت کردن برای خودش یه سری چیز دیگر رو پیدا کردن و دنبال کردن و پی گرفتن این سریال بیگ بنگ تئوری هم خیلی سریال جذابیه که من دوست دارم راجبش حتما اپیزودهای دیگه داشته باشیم به خاطر اینکه اون اتفاقی که برای شلدن میفته الان شما ببینید شاید ما دو سه دقیقه راجع به شلدن صحبت کردیم بیشتر اپیزودمون رو اختصاص دادیم به آدم های دیگه چرا؟ چون ته ماجرا حتی اگر آدمی باشی که در مسیر نوبل هم قرار داری این آدم های دیگه هستن که به تو کمک میکنه یعنی کل این سریال این آدم ها همشون با اینکه دعواشون میشه با شلدن اذیتش میکنن بعضی وقتا از وس خرد خورد میکنه با همه اینها ولی ته ماجرا همه اینها سعی میکنن خودشون رو با این شلن ادپت بکنن و آخرین قسمت سریال که شلدن دی داره جایزه نوبل رو دریافت میکنه میره بالا و میگه که من از همه این دوستان تشکر میکنم چون علاوه بر این که مثل یک فامیلی دوم بودن برای من کل این سالها من رو تحمل کردن و به خواسته های من احترام گذاشتن که من بتونم جلو برم و اون نگرشی که داشتم رو پی بگیرم و اون مسیری که داشتم رو بتونم دنبال بکنم و اگر اونها نبودن اصلا این سریال شکل نمیگیره و این شلدن به این حالتی که الان هست اصلا نمیرسید پس قافل نشیم از تاثیر آدم های متفاوتی که در زندگیمون وجود دارن و به جز اون دایره مرکزی که دور خودمون میکشیم که آدم های متفاوتی شاید درش باشن اما وای 70 80 درصد با ما همخوانی داره بدونیم تو لایه های بعدی زندگیمون میتوانند توانند آدم های دیگری اضافه شوند که توی خیلی از زمینه ها با ما هم نظر و هم فکر و هم فاز نیستن اما وقتی که زمان میگذره ما میتونیم بخشی از اونها رو برای خودمون بگیریم و با بخشی از اونها خودمون رو ارتقا بدیم و این نکته هستش که باید همیشه توی ذهنمون باشه و فراموش نکنید امیدوارم که این اپیزود هم براتون جذاب بوده باشه اپیزود ها رو ادامه خواهیم داد و اپیزود بعدیمون راجع به اصالت خواهد بود راجع به یک بخش دیگه از اصالت و راجع به ارزش ها و ضد ارزش ها صحبت بکنیم امیدوارم شب خوبی داشته باشین تا اپیزود دیگه خدا نگهدار همگیتون